یکی از تکالیف ما، یکی از وظایف ما شناختن این علائم است. اگر کسی علائم ظهور رو نشناسه، اگر کسی اون طوری که اهل بین علیهم السلام تبیین کردن نشانه های ظهور رو فرا نگیره، این احتمال انحرافش بسیار زیاده. شما این فرق انحرافی رو نگاه بکنید از اول دوران غیبت تا الان، فرقه هایی که بعضی هنوزم الان هستند. یکی از علتهای مهم انحراف این شیعه های بیچاره و کج شدن از مسیر اصلی تشیع اینه که علائم ظهور بلد نبود. 20 و چند سال این شخصی که بلند شده از بصره ادعا کرده احمد الحسن است و نواده امام زمان حج جلال الله فرجه و ادعی رو بیچاره کرده، این یکی از مهمترین حرفاش اینه که من یمانیم، همون یمانی که گفته شده خادمت منم. یه ادعی هم فریب اینو خوردن، چرا علامت ظهور بلد نیستن؟ بابا یمانی از کجا میاد، کی قراره بیاد، علائم ظهور رو نمیشناسن، فریب خوردن، رسما از دایره 12 امامی خارج شدن، رسما 24 امامیه. کسی که ادعاهای احمد الحسن بصری رو قبول کنه رسما 24 امامیه، دیگه دایره و جرگه 12 امامی خارجه، علائم بلد نیستن. دو، در همان روزی که سفیانی از شام خروج میکند، این در همان روزم باز در کلمات اهل بیت آمده، یه سیدی مثبت مورد تأیید معروف به یمانی از صنعاء یمن خروج خواهد کرد، از یمن. اینا خروجشون در یک روزه. تو برخی از روایات یک شخصیت دیگه هم گفته شده که جزء این 5 تای قطعی نیست، اما به قدری روایت در موردش داریم نمیشه ندید بگیریمش، به نام خراسانی، معروف به خراسانی. تو پرانتز بگم تو دل این 5 تا علامت 2 تا شخصیت داریم بسیار ممدوح و پسندیده، اینها هم جزء زمین سازان ظهور هستند، خراسانی و شعیب ابن صالح. از احادیث مجموع برمیاد، خراسانی شخصیتی است سیاسی، شعیب ابن صالح سردار نظامی آقای خراسانیه. این خراسانی و شعیب ابن صالح از خراسان قدیم خروج میکنند. در روایات سمرقند و مرو و طالقان و اینجاها گفته شده. یک جای دیگه ما مفصل این بحث و تحقیقی عرض کردیم که این خراسانی که دارن میگن خراسانی است که الان در مناطق افغانستان و ازبکستان و اونجاها قرار گرفته. مبدأ حرکت نظامی خراسانی و شعیب ابن صالح اون مناطق است. خودمونی بهتون بگم ما چشم به این طرف داریم، ما چشم به شیعیان مظلوم و ستم دیده خراسان قدیم داریم، از دل اینا این حرکت برپا خواهد شد. در احادیث داریم خراسانی با شعیب ابن صالح و یمانی و سفیانی همه فی یوم واحد، تو یه روز قیام میکنند. بدونی چرا اهل بیت اینا رو هی تأکید میکنند؟ به خاطر که باز یه شیادی پیدا نشه یمانی قلابی بسازه، سفیانی قلابی بسازه، خراسانی قلابی بسازه، چنان علائم و کنار هم چیدن که هیچ شبیه سازی نشه. اینا در یک روز قیام میکنه، یکی از شرق خاورمیانه، یکی از غرب خاورمیانه، یکی هم از جنوب خاورمیانه. بحثمون یمانی بود. برخلاف سفیانی که حتی رنگ چشم و موی سرش و قیافش هم تو روایت گفته شده، اسمش، اسم پدرش، خاندان، یمانی به اختصار در روایات گفته شده، نمیدونیم دقیقا اسمش چیه، یمانی لقبه، چهرهشو نمیدونیم، کلی گفته شده از اون مناطق. چرا این احادیثی که دم دست من و شما هست، من الان دارم به شما میگم، دم دست دشمنانم هست دیگه، مگه فقط ما داریم؟ ظاهرا حضرات معصومین علیهم السلام یمانی رو با جزئیات معرفی نکردن که بعد او دمدمای ظهور شناسایی نشه و به شهادت نرسه. ظاهرا اهل بیت یه پوششی برای این شخصیت مثبت درست کردن که تا سن قیامش که میخواد برسه مسون و محفوظ بماند از کشته شده. متو سفیانی چون مال خودشونه، خودشون میفرستن شناخته بشه، چون میفرستنش که از بین ببره اسلام و تشیع رو. این یمانی روایت داریم پرچمش اهدارایت هم هست، هدایت یافته ترین لشکر و پرچم لشکر یمانی است. شخصیتی مثبت مورد تأیید اهل بیت، حضرات معصومین فهمیدن
هیچ کس با این مقابله نکنه، اگر کسی با اون مقابله کنه اهل دوزخ است، او پرچمش حقه. و بعد پرچمش هم تحویل امام زمان حج جلاله و فرج میده، عده و عده. و بعد ظاهرا طبق برخی روایات سفیانی هم به دست همین یمانی به درک واصل خواهد شد.